در ایران یک روز پس از اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد، نهادهای حقوق بشری گزارش می‌دهند که حکومت دست کم 20 زندانی دیگر را اعدام کرده. در یک سال و نیم گذشته بیش از 1000 زندانی به اتهام‌های مختلف اعدام شدند. برای جزئیات بیشتر همکارم سوران خاطری که این خبر رو دنبال کرده از اتاق خبر صدای آمریکا همراه ماست. سوران، بیش از 20 اعدام در یک روز، چه جزئیاتی از این اعدام‌ها داریم؟ آریان، این زندانیان امروز چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. برخی از نهادهای حقوق بشری شمار این زندانیان اعدام شده رو 20 تن اعلام کردند و نهادهای دیگر میگن 22 زندانی اعدام شدند. این در حالی است که محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام شدگان امروز چهارشنبه رو دست کم 29 نفر اعلام کرده و گفته این افراد در زندان مرکزی کرج و قزلحصار اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری میگن بیشتر این زندانیان به اتهام‌های غیر سیاسی مانند قتل، اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و تجاوز به اعدام محکوم شدند. 3 تن از زندانیان شهروند افغانستان بودند. اتهام 7 تن از این زندانیان که سنی مذهب بودند و همچنین یک زندانی دیگر مشخص نیست. در زندان سبزوار استان خراسان رضوی هم یک زندانی به اتهام قتل عمد اعدام شده. همچنین در زندان ارومیه یک زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و منتقل نشدن به مراکز درمانی جان خودش را از دست داده. اعدام دست کم 21 زندانی در یک روز، در حالی است که اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد، در روز سه‌شنبه موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از ایران را برانگیخته. بسیاری از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشری در داخل و خارج از کشور، از جمله عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا و نماینده ویژه آمریکا در ایران، اعدام رضا رسایی را محکوم کردند. در 2 سال گذشته آمار اعدام‌ها در ایران از سوی حکومت افزایش چشمگیری داشته. در 5 ماه گذشته طبق اونچه که آماری که نهادهای حقوق بشری منتشر کردن، حدود 240 تن در زندان‌ها اعدام شدند. در سال 1402 دست کم 767 تن، از جمله 21 زن و 2 کودک، در زندان‌های ایران از سوی حکومت اعدام شدند. در همین مدت هم 10 تن در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان باختند. شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی از دلایل عمده جان باختن اونها بوده. آریان، سپاسگزارم از تو. سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا با ما.